و گفتن که متاسفانه در افغانستان قابل علاج نیست، نه تنها در افغانستان، در سراسر جهان. کاش که بمونه بیدارم. خدا نکنه کاش که بمونه. پیچکاری ها را که یه دکتر میتم این شفاخانه میوند میگفتی گرده های زیر خراب میکنه، گوشت و پوست و زیر کلش را تکار گفته یه چیزی نمانده نکن. میگفتی پیچکاری ها را یه زوری پیچکاری ها میره خشک میکنه و 20 روز بعد پس میکنه. این یک روز که تفاوت آمده در جوجه لزی؟ روز که ما دیده بودیم خوبتر بود. حالا خب بخیر دیگه زیاد برم بوده دیگه، نه چند روز شد بازم رقم شده جانش. امتران و میربان تشکر که بابت سهراب جان و همدردی کردین و میربانی کردین و تماس گرفتین، مسج موندین. یک جا تشکر هستک تکتان، چی در صفحه فیسبوک ما و چی در صفحه یوتیوب دوستا امتران و میربانی کرده بودن و لطف کرده بودن، تماس گرفته بودن و همدردی به خاطر سهراب جان نازنین کرده بودن. درد سهراب فقط یک مادر میتونه درک بکنه، مادر مهربان ما، مادر گرامی، خواهر مهربان ما نوریه امان از امریکا. سلامت باشند، تشکر. وقتی که ویدیوی سهراب جان رو دیدن اما شب اقدام کردن تا اینکه ما اینا رو از غزنی بخواهیم و انشاءالله پیش دکتر نشان بدهیم تا معاینات دقیق گرفته شود و نتیجه سهراب جان چی است. مادرش هم اومده، سهراب جان هم اومده، خسته نباشه. تشکر، زنده باشه. خوب هستین ان شاء الله؟ خیر باشه. صدمند است. ده یک روز وجود از سهراب قد تغییر کرد. او والله تغییرات زیاف اومد. امشب نرم بود. امشب بخی دیگه در تکلیف. من دین روز در آمد تو بود متر است نه بغل میگیری و خسته میشد. درد و سوزش. راه غزنی هم شیرای است بله. بخی راه خطرناک بود ولی این زیاد در تکلیف. باور کن که مسیت پشت سر مکمل من ساری نگرفتم. من خیر الله که من مریض دارم نمیتونم. من در خدا باور کن روزه دادانم است که من دین روز کرای موتر نداشتم. تا اونم خورزدگه که از مکتب آمد برای مو زنگ دادم گفتم من کابل روانده شدم بچه قندم گفتم بیا مکرا ندارم بیا در اکای من میری خواسته که زیم کده وضعیتش خراب میشه. تشویش نکنین کرای تار مسارفتان تمامش به عوده ما هست انشاءالله. خواهر ما هم رو میروانی کردن حتما تمامش سنجش میکنیم انشاءالله براتون پرداخت میشه. اما بر فعلا چند شفاخانه رو شما از اول تا حال رفتید؟ شفاخانه خو زیاد بردم خو یادم نیست بچه قندم پنج سال. نتیجه نداده؟ نتیجه نداده هیچ. نه در غزنی نه در کابل هیچ کدامش من نتیجه نگرفتم. همی پنج سال شد مکمل زیر تداوی است. ولی نتیجه من نگرفتم. این دکترم و دردش هم تشخیص نکرد. چند روز شده که پس بهتر شده بود کال پس دوباره دیر خم شده؟ بخی خوبیشه من ندیدیم در پنج سال در میالت است. از شش ماهگی که می مرض ای پیدا کرد. من پنج ساله شده هنوز هم دردش است. خوبی از 20 روز 15 روز. از او زیافتر ای خوبی نداره. او هم در زوره پیچکاری و دوا و شفاخانه میوان که بستر شده و تداوی شده در اون حالت پیچکاری یکم خدا خوشت میکنه. در غیر از او دیگه نه. خوبیش من ندیدیم هیچ. ولی دردش هم تا امروز نیافتم. کدام دکترم به من نگفته که نی دردش هست نی دوایش هست نی خوب میشه. همه همه دکتر که بردم گفته این ببرین. از تداوی افغانستان خلاص هست. ای تازم نباشه ای همی مرض داره. در ملا بردیم، در زیارت ها بردیم، در اوی همین غسل امام و زیارت ها مردم میگفت کدیم نشد. در کابل شفاخانه ها زیاد آوردیم. باور که که نقصه و که معاینات هایش بود که در متر. پاکستان نتونستین برده؟ نه. از همین کابل و غزنی جای نبردیم. کابل و غزنی تداوی شده در دوش. مالا نشده نتیجه نگرفتیم از دوش. مادر سهراب جان مصاب به مواد مخدر است و مادرش هم مصرف چهار نفر هستن در خانه. شش نفر در خانه هستن. مادرش خیاطی میکنه الا بتونه روزگار اونا رو به چرخش بیاره. اما پول تداوی سهراب جان بسیار گزاف تمام میشه. هر بار کابل میان به مدت 20 روز پیچکاری که میتونه مرهمه که میده اما برش کفایت میکنه و پس دوباره 20 روز بعد در حالت قرار میگیره. ما دعا میکنیم که انشالله امروز ما بریم با یک خبر خیلی خوب و خبر بهتر ان شاء الله بر بگردیم و یک نتیجه بگیریم. شما هم دوستا دعا بکنین، ما رو تنها نگذارین. حالا هم با مادر سهراب جان طرف شفاخانه میریم هم بتونن مهربان تا اینکه بتونیم امو علاج یا تداویش یک از شفاخانه در کابل هستن که ان شاء الله وعده دادن که
تست میکنن، نتیجه گیری میکنن ببینن که نتیجه چی است. باز ان شاء الله امروز شما دوستا شریک میسازم، امروز من داشته باشین ان شاء الله به خیر طرف شفاخانه بریم. وضعیت شما صحیح دیده نمیشه، یکم که میگم من میبینم که جوجه داشه خارج کرده میره. والله ده تکلیف شب بخید تکلیف بود میخه شب گیریان میکرد مادر خیر خانه بریم دم خانه هم شیریم هم نمیشیش بخی وضعیت شب خراب بود. هم شوهرم در شفاخانه هم هم اتراز با هرکس دین هنوز تا حالا سه زنگ برم آمده او هم وضعیتش در غزنی خراب است که این وضعیتش خراب است. تکلیف حساب زیاد شده، شیشه را میده کده و دروازه را میده کده در شفاخانه. او را میگه بیا ببرین شفاخانه یکی نمه نو بستر میکنه که روز اول میبری شست تا میزنی مکمل مصارف شفاخانه را دودی خودت میگیره. اگه شیشه را میده میکنه نفر میکشه و کس را میزنه چیزی را دو تاقی چی میکنه همه مسئولیت هایش در دوش خودت هست. امور هم نمه قواسانی نمیگیرن. باور کن که هزار بار در قماندانی رفتیم، در جنایی رفتیم، عریضه کردیم، بردیم، در زیاف مشکلات امور در شفاخانه داخل کردیم بر 45 روز. این دین روز در منموج شیشه های ورسی و کل گیره شکستانده. تا حالا ده زنگ برم از غزنی آمده که این شوارت نیتو کده در شفاخانه شیشه را کلش میده کده مصارفش کلش توانی سر خودم هست شفاخانه نمیتونه موره. گفته من تو بچه این مریضی از خیر به خدا اکس های نمی فلم های نمی رو برش روان کردم که من در کابل هستم. خیر اما قدر شما گذران کنن تا ما بیایم میتونم مصارف هم شیشه را میتونم دروازه را میتونم هر چیز همون میده کده. این همیان باور که یک خوبودری است بیخی مکمل حساب خود از دست داده شیشه هم میزنه مکمل بیخی در شیشه افتیده. ای تو روز بعد دارم، ای روز سخت دارم، دیگه دخترک منم تو نفس تنگی پیدا کرده. این همین میشه به خدا در خانم در بین مرگ و زندگی است. ایت نفس گرفته نمیتونم. دیگه ایش تکلیف مده شوارم اونو تو اینه اینه تو. خدا هم میره بارم. خودمش که تو که خدا در دنیا این پیدا کرده خوبیش ندیدیم. خوبی همی دنیا رو نمیفهم که دنیا چی خوبی داره. اما تو رو میره بارم همراهی من داشته باشه نشالا. مهربان است انشالله. خدا بزرگ است، حتما هر دره که بسته میشه حتما اون در انشالله باز میشه. ناراحت نباشین. چقدر سخت تمام میشه و چقدر سخت است به اینکه یک مادر همیشه تلاش میکنه سعادتمندی اولادش را بخواه. یک مادر همیشه دعا میکنه آرزوهایش هم بیست که فرزندش بزرگ شبه و با آرزوهای خود برسد. مادر هیچ وقت دعا نمی کنه که خداوند کاش که فرزند ما بگیرم. این فقط مادرهای درک میکنه که درد فرزندانشان را دیدن، مشکلات فرزندانشان را دیدن، رنج و مشکلات را دیدن. خداوند هیچ مادری را با این روز مقابله نکنه. دعای ما هست یک کسی را که درد داده، یک کسی را خدا رنج داده که هیچ چیز از دستش نمیه. اما بازم یک چیک متهای نهفته هست و چی پیامت هایی دارم ما هم نمیفهم خداوند چقدر امتحان میگیره از ما. اینو مطمئن باشین شاید اگه امتحان خداوندی باشه خدا بزرگ است انشاءالله. من میفهم که زیاد سخت تمام میشه براتون که شب فرزندتا در پیش رویتان درد میبینن. خدا امشب رویش میدیدی فکر میکنم و رقم مردنه امی روی شب جب میکنم و مادر میگفت در گرفته و مادر در گرفته یک چیز بده مرا خواب ببره و مادر جان یک دقیقه خواب نمیرم یک چیز بده مرا خواب ببره خودش مرگ خود از خدا میخواه
کاش که مادر میگم من بمرم. خیلی تو خواب نمیشی مادر. جانو من در گرفته. کل وجودم میسوزم مادر. یک چیز بده خواب میدم. دوای خدا نان نمیخوره تا میکنه خودش زود که مادر میگم در گرفته. حالا خب دوایشم بچگاریایش دین روز نگرفتم. اید سوزانش تیر نمیشه گفتم من میری در کجا ببرم در کل غزنی می رگش پیدا نمیشه ایرم من پیشی کی ببرم خیره گفتم من دو سه روز بعد پس میارم بسترش میکنم دکتر خدا مهربان است دیروز هم ما و خواهر ما در یک از شفاخانه های شخصی رفتیم که متاسفانه دکتر صاحبایی که در اونجا بودن اجازه تصویر نداشتن اما در مورد تشخیص و در مورد دو دکتر ششتن با هم خواهر ما هم بودن چک کردن اینا را و گفتن که متاسفانه در افغانستان قابل علاج نیست نه تنها در افغانستان در سراسر جهان یک مرضی هست که استثناءن برای بعضی ها پیدا میشه و قابل علاج از درون نیست فقط علاجش از بیرون است بعضی کسا بر دستش می داشته باشه بعضی کسا بر جانش می داشته باشه و از اینا را گفتن ندرتن بسیار کم پیدا میشه که یک طفل خرد به این اندازه به این شکل که تمام جانش از این دانه برایه دوستا و وطندارایی که در بیرون کشور هستند و آشنایی با دکترهای جلدی دارن آشنایی با دکترهایی دارن که در بیرون کشور هستن یه وعده را ما براتون میتونم شما تماس بگیرین به شکل آنلاین شما تداوی برادرک ما را بکنید چون توانایی و قدرت زیر ندارن که نیا به بیرون کشور انتقال بتن دوستایی که بازم صدا میزنن بر دوستا و بچران ما که خیراندیش هستن همیشه وقت همکاری کردن همیشه وقت تداوی کردن بر هموطنان ما رسیدگی کردن دوستتان از رفیقتان از هندیوالتان از برادرتان از خانوادهتان از یا کسی را شما میشناسین که در مورد این مرض بیشتر و بیشتر معلومات داره من تصویرایش را دانه دانه پیش رویتان مندازم دوستای عزیز شما تصویر دیده و در مورد مرضی عزیز بگوین علایمی که بیشتر و بیشتر در وجود برادرک ما هست میگن 15 در 15 به وجود شما برای بعد از اینکه تداوی میشه تمام وجودش به یک شکل دانه های سفید سفید به روی وجودش مبرایه و یه داخلش آبله و ریست اگر اشتباه نکنم همون رقم است دکتر میگه میکروب نیست این اساسیت است میکروب نیست تمام وجود از برادرک ما این می شکل است خدا انشاءالله دعا میکنه شفا عاجل نصیب بکنم یک مبلغ 6500 افغانی را خواهرم کمک کرده بودن که 4000 افغانی دیروز تسلیمتان دادیم و 2000 افغانی امروز 500 افغانی دیروز که کرای موتر چیزا شد شکر زنده باشی خواهرم نوری امان گفتن که به شکل دوامدار متاسفانه بر تداوی نیاز داره و انشالله خدا میربان است باز ما انشالله کسایی که میخواین همراه شما همکاری داشته باشن موار اسپانسر شون که از ما غزنی شما زمانی که در کابل میین مصارفتان اینایتان دوستایی که هستن در پای کمنت یا نمبر تماسی که زیر صفحه های تلویزیون شما وصل شون ما ها را میخواهر ما را حمایت بکنن مستقیم بر خودشان روان بکنن مستقیم همراه خودشان ارتباط داشته باشن و باید برادرک ما یک همکاری بکنن چون که طفل خرد است نمیفهمه اما این که شبها درد میکشه شباب بی خوابی را میکشه من میلزم اگر من وجودش را ببینم مکمل دامو دانه ها بسیار وضعیتش خراب شده بسیار زیاد و قراری که بود در شفاخانه دیر شفاخانه میوند هم بردیم به خاطر بستر کردن چی گفتن؟ بردیم من میلیز شفاخانه میوند هست دیگه من مشکل داشتم میگفتم اینی تو حال حاضر دوابت برم یک دو روز سه روز کم خوب شد باز من پس میهیم تا که بستر کنی مشکل نداره به خاطر خدا تو ای زنده باشه شفاخانه ما در خدمتش هست می ولی مو مصرف توانایی میشه من ندارم از بیرو دعا کار است خون شر لازم اینات میشه دیگه ما اینات هایش میشه هر دفعه شفاخانه آمدن من 20000 30000 15000 مصرف میشه من مو توانایی نام ندارم من بازم میگم دوستایی که توانایی کمک دارن با خواهر ما ارتباط بگیرن دو روز بعد خواهر ما نسبت مشکلاتی که در غزنی دارن غزنی برمیگردن و از غزنی دوباره میاین انشاءالله دو روز بعد تلا سه روز بعد بخیر با این برادرک ما یک هم دردی بکنین یک هم کاری بکنین تا بخیر انشاءالله اما زندگی هست اما قدر از زندگی حداقل از زندگیش می نیست یک کودک می نیست یک طفل خورد از زندگیش بتونه لذت ببره و متاسفانه کودک هایی که در افغانستان هستن حق تعلیم و تحصیل و از تمام چیز ماندن کارهایش آخر انجام میدن اما این برادرک ما با این درد و رنج و غم هست خدا انشاءالله خیر نصیبتون بکنه تشکر دوستای عزیز ما به حد توان خود تلاش ما را کردیم غزنی رفتیم و از غزنی دوباره آوردیم بازم یاداری میکنم همتون میروان شمایی که بلدیت دارین آشنایی دارین در هر کجایی که هستین زنگ بزنین آنلاین ما شما را با این خانواده وصل میسازم
و میتونین با شکل آنلاین تداوین یارا بکنین. درست است انشاءالله. شکر زنده باشین. خیر باشین. سلامت باشین. کرای موتر رفت و متن براتون دادیم. شکر زنده باشین. خیر باشین انشاءالله. دوایتون هم اینا گرفتین خدا شو مایناتون هم شد. تمام چیزی که شد انشاءالله از طرف خواهر و نوری امان بود و توان ما پیسی کباب تا دادم. صدقه بچه خود تو هر کسی کمک کتیم که در پروردگار دستش بگیره هم در دنیا هم در آخرت هر نیتی که به من روان میکنن خداوند کمکشون کنه. پیسی در برمه میتی؟ نمیتی؟ چی میکنی پیسی تا؟ لالایت برد پیسه داده خونک رفتی طرف غزنی بخیر کباب بخو خو بس از بخی یک خوراک کباب تو تایت مزدار بخو خو آفرین این پیسه حساب داره آفرین جان لالایش آفرین خدا انشاءالله شفا بده. تشکر بهتر رو میرم که تایدم مرام روی کردین شاد و خورم و سرحال ببارین خدا نگهدارتون در برتما زیر صفای تلویزیونتون است و خانواده های افغانستان ما و هم بهتر رو میتونم دردی داشته باشین خدا نگهدارتون.